أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بینندگان نهایت گرامی اینک ما یک مصاحبه داریم با برادر نادر اعظمی رئیس انجمن همکاری افغان نیو ساوت ویلز سیدنی استرالیا. ما ایشان را دعوت کردیم تا سوالای ما را پیرامون صندوق وافیا جواب دهند تا باشد که ما همه با خاطر آرام و اطمینان کامل شامل از این پروسه و اتحادیه شویم. برادر نادر اعظمی سلام علیکم. از اینکه با مصروفیات فراوان دعوت ما را لبیک گفته قدم رنجانیدین و تشریف آوردین یک جان تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و مسلم و صلات و علا عباد الذین اصطفا. برادر محترم وفی جان از شما هم تشکر که شما این زمینه را مساعد ساختین تا این مصاحبه را با دوستای خود تقدیم بکنیم. برای بینندگان گرامی ما درباره صندوق وافیات معلومات بتین که ای چی است و ما چرا باید عضو این کمر و اتحادیه شویم. صندوق وفیات یک اتحادیه قسم شما بهش اشاره که اتحادیه است به خاطر تشریک مساعی اعضای جامعه با هم دیگر به خاطر برگزاری مراسم عزاداری و دفن و کفن و تکفین در روز که واقع میشن. یعنی منظورش است که ما اعضای جامعه را با هم دیگر نزدیک کرده باشیم و متحد ساخته باشیم تا در روز مصیبت با هم دیگر همکاری کنند. بله. اگر در اینجا کم اضافه تر روشنی پرتین و برای ما بگوین که کدام خدمات شامل از این اتحادیه می باشد؟ ما در این صندوق در این اتحادیه در نظر داریم که خدمات با مجرد رسیدن احوال فوت یکی از اعضای ما، ما انتقال میت از شفاخانه بعد از دولت مراحل قانونی و تجهیز و تکفینشان و نقلشان به قبرستان با دفن در قبرستان دیر وستون فعلا و بعد از او آمدن به مسجد حضرت عثمان رضی الله عنه واقع بلک تاون و برگزاری ختم قرآن عظیمشان به ارواحشان در موشاو و با تقدیم یک نظرانه بسیار عالی ولی مختصر دعای آخری رو برشان میکنیم که دوستای ما به خیر خانه خود. بسیار خوب. یعنی که کسایی که به میرخم یک حادثه روبرو میشن اونا فقط تمام مشکلاتشان حل میباشد، تمام پروسه شما پیش میبرید؟ بله، ما در حقیقت ما میزبان میشیم، ما فاتحه‌دار میشیم و دوستای ما میاین و میشینن نگه و انشاءالله که تشویشی ندارن که در اون لحظه دوباره فکر بکنن. ما تمام ضروریات امور روز فراهم میسازیم. بسیار عالی، بسیار خوب. برادر عظمی، شما ما رو درباره فیس و قیمتی کور معلومات بدین که چند است و فی نفر چند تمام میشه؟ بله، فیس مانی از این کور است $10 استرالیایی برای هر فرد جامعه، یعنی برای هر عضو فامیل $10 قیمت از این صندوق است. بله. و حق شمول در این صندوق یا جاینینگ فیس که برش میگن $100 با یک فامیلی که اطفال زیر 18 داشته باشند. یعنی یک پدر و مادر با 5 طفلش در یک فرمه $100 جاینینگ فیس میگیم. و شما چطور تصویب میکنین که اعضای فامیل هست؟ اعضای فامیل ما در هر فرمه که دوستای ما خانه پوری میکنن ما یک کپی از مدیکر شانکار داریم و با کپی شو برای ما مهیا میکنن که ما از روی از او تعداد اعضای فامیل شانه نسی سهم میگذاریم. خب بسیار خوب. برادر عظمی، ما همه میدونیم که کور برای فامیل های بزرگ، مثلا فامیلی که دارای 10 نفر میباشه، سای 10 نفر میباشه، بسیار گزاف و قیمت تام میشه. آیا برای همچون فامیل ها که تعدادشان زیاد است کدام رای حل اتخاذ کردید یا نه؟ بله، در این قسمت سوال شما میتونم در به دو بخشی رو جواب بدم. بخش اول که ما یک پالیسی داریم که اگر تعداد اطفال از 5 نفر زیادتر باشه به صورت اتومات اطفال بعد از 5، یعنی 5 6 و 7 و 8 و رایگان کور میشن، یعنی تحت کور پدر مادر و دیگه اطفال میان. و در قسمت بعد دوستای ما کی سوال از پیش ما میکنن که ما تعداد ما زیاد است و ما در سال اول مخصوصا که فیس یک ساله پیش پرداخت قابل پرداخت است، ما برای زود دوستای خود دتر میگیم که انشاءالله به خاطر از اینکه ما تعداد 1000 نفر به خاطر راه اندازی از پروژه کار داریم
خب بیایید با ما از فامیل سه نفر یا چهار نفر راجستر شوین و در سالهای آینده آهسته آهسته اطفالتان رو میتونین که داخل از این پروگرام بکنین. بسیار خوب. تا جایی که ما خبر داریم یک گروه تجارتی پاکستانی ها هم همچک پروسه را در راه انداختن و از افغان ها تقاضا دارن که $100 بپردازن و امین خدمات اونا هم برشان مهیا میسازد. شما در از این خبر شنیدین؟ خبر دارین یا نه؟ بله اکیدات دوستا فرما رو توضیح میکنن که البته در مقابل از $100 خدماتی را که برای دوستای ما وعده میکنن و قدر معلوم نیست برای کسایی که عضو از این صندوق اعضا شدن به خاطر اینکه او $100 از پیشون میگیره به خاطر او را تقریبا به شکل دونیشن اعلان میکنه که ما در آینده زمین میخریم، اما وقتی که روز حادثه میشه $3,500 دیگه باید کش داشته باشن که اونجا بتن و بر علاوه تقریبا $500 که به خاطر فاتحه در مسجد گرانویل داده میشه که دوباره تمام مصارف از او به $4,100 میرسه. اما در پروژه ما یک عضو ما تنها با $10 که میتوانه، هیچ پریمیم نداره، اکسس نداره و هیچ نوع پیش پرداخت و هم نداره و هیچ نوع شرایطی هم به خاطر عضویت از این صندوق نداره. بسیار خوب. پس قسمی که دیدم میشه دیگه یک سوء تفاهم پیدا شده به خاطر که مردم فکر میکنن که فقط $100 میتن و اینا کاور هستن و چیز دیگه نمیپردازن. بله تقریبا چند طبقه شده، یک طبقه فکر میکنن $100 کفایت میکنه برشون، طبقه دوم فکر میکنن که $500 اکسس میتن مثل نارمی واره وقتی که تکر میشه. بله. یک تعداد ضعیف فکر هستن و بسیار تعداد شاید کم خبر داشته باشن که 3000 دیگه هم اونجا باید که برشون نقد موجود باشه در روز حادثه. شکر از اینکه امین اختر هم روشن ساختیم به خاطر که بسیار از فامیلا در میسای تفاهم هستن و معلومات مکمل ندارن این باره. خب الحمدلله اکثر افغان هاست کارها و ابتکارات که کردین و از اینکه جامعه ما تحت چتر انجمن افغان ها مسجد شریف و کارهای خیریه که ما شما با هم کردیم متحد شده هن و گرد هم آمدن بسیار خوش هستن و ما میشنن که میگن که در طول امین قدر سالها کارهای خوب اجرا نشده بود. سوال این است که بعضی ها در حراستن که اگر شما خود دوباره من حیث رئیس انجمن افغان ها کندید نکنید سرپرستی این فند را کی به عهده خواهد گرفت و به قسم دیگه بگویم که آیا این اتحادیه تحت کنترل انجمن می باشد یا مستقل می باشد؟ بله سوال بسیار خوب است. به خاطر خاطر جمعی دوستان خود مبارا عرض کردیم در مجالس که ما آهسته آهسته می خواهیم که انجمن همکاری افغان ها را از سیستم انفرادی یا شخصی به یک سیستم اداری تبدیل بکنیم، یعنی یک سیستمی که خودش با سر به خود اونجا فعالیت بکنه، یعنی منتظر کسی نباشه که اگر فلان یا فلان شخص بود و خوب باشه اگر نبود از بین بره. به این صندوق ما عین پروسه رو در نظر داریم. انشاءالله وقتی که ما تعداد اعضای ما پوره شد و ما تمام اعضای خود به خاطر مجلس افتتاح خواستیم، ما برای این صندوق یک اساسنامه هم جور کردیم که در اون روز اساسنامه تقدیم دوستان میکنیم و یکی از موادات از اساسنامه میگه که به خاطر چلاندن از این صندوق تمام اعضا رأیشان ضرورت است، یعنی در هر صورتی که اگر کسی بخواهد این صندوق خزید پیسه مصرف کنه یا تجارت به حساب سرمایه گذاری بکنه یا چیزی بخره باید رأی تمام اعضا را بگیره. بنابراین همچنان ما پیشنهاد میکنیم که 3 نفر از اعضای جامعه خود به حیث اعضای شورای نظارتی از صندوق کاندید بکنن که تا مو انتخابات انجمن وقتی که صورت میگیره این 3 نفر در اونجا باشن، با وجود از اینکه اعضای انجمن تبدیل میشه اما این 3 نفر با مامور صندوق وفیات در جای خود میباشه که اون کارا ادامه میدن. برادر نادر عظمی میشه برای ما توضیح بدین که آیا در این امر خیر بدون منافع دنیوی کدام فایده دیگری برای جامعه افغانی ما در سالیا هست یا نه؟ بله وفی جان، فایده دنیوی شما گفتین که امون روز مصیبت آسان میسازه، فایده آخرویزی که هر روز ما که هم $10 خود میده یا سال $120 خود در حقیقت یک صدقه جاریه میده به خاطر از اینکه خدا عمر اعضای ما را دراز داشته باشه، یعنی یک نفری که جوان است سالهای سال داره پیش روی خود انشاءالله همون $120 هر سال در دفن و کفن یک شخص دیگه به کار میره و این یک سبب خیر و صدقه جاریه میشه. و از پهلوی دیگه از این اگه ما شما مطالبه کنیم، این همین پولی که اونجا جمع میشه به مرور سالهای متمادی یک اسیت بر انجمن ما بر کمیونیتی ما میشه که ما میتونیم از طریق ازو دفتر فینال و قبرستان و دیگه مسائل ضروری خود انشاءالله مهیا بکنیم. بله شک نیست که سبب اتحاد و انسجام این تو همیشه یقینا یکو عرض به حساب ما را به صورت یک قوت واحد یعنی تمثیل میکنیم. بسیار خوب.
نادر عظیمی میشه که برای ما سوال دیگه من جواب بدین و سوال بعدی ما دارای سه بخش میباشه. اولی که چند نفر تال فارم گرفتن، دوم جمع‌آوری پول شروع شده یا نه، و اگر شروع شده افغان ما چطور میتونن که پول خود به حساب بشمارن؟ بله، تقریبا در حدود 471 فامیل از پیش ما تاوال فرما گرفته الحمدلله، که به این حساب اگر ما در هر فرما 3 نفر رو بگیریم از 1000 نفر ما بالا رفتیم، حتی اگر در فرما 2 نفر رو بگیریم از 1000 نفر الحمدلله که بالا رفته. و بله پول دادن هم شروع شده الحمدلله، تعداد برادرهای ما دفت پولای خود برای ما آوردن، تعداد هم در اکانت ها اکانت داخل کردن پول خود. و ما به دوستای خود میگم که اگر شما مثلا یک فامیلی کلان هستین که تعداد زیاد از فرما را گرفتیم، وقتی که فرمایتان تکمیل شد و هم کاپی میده کردم امرایش داشتین و پول هم مناسبت امرای تعداد افراد داشت، برای ما یک زنگ بزنید، ما میایم پیش شما، همونجا رسید هم برتان میتونم پول هم از پیشتان میگیرم و همونجا رفرنس نمبر هم برای شما توضیح میکنیم. و راه دیگهش که در اون نمبری که در اکانت فرما هست، اینجا یک موضوع رو میخوایم اشاره بکنم که در یک تعداد فرمای اولی در اثر غلط فهمی در پرنت اما بی اس بی نمبر شماره آخر بی اس بی نمبر که ایواز 07 میش بود 97 شده، بی اس بی نمبر ایواز 07 97 شده، با او 07 است. اگر میتونم پول در بانک داخل بکنم، منتها متوجه باشم وقتی پول در بانک داخل میکنم باید که اسم خودم ای سی رفرنس در برای بانک بتن که تا ما وقتی استیتمنت چک میکنیم مورا برشان رسید بتیم. و دیگه ما هر روز جمعه حاضر هستیم که پولای دوستای خود در مسجد بعد از نماز جمعه پیش از نماز جمعه جمع آوری بکنیم. و بازم گفتم آسان ترین راهش و دوستای ما هست که یک زنگ برای ما بزنیم، ما به خدمت شان میرم و فرما را از پیش شان میگیریم. همین در بانکی که تاویل میکنن پول خدا رسید کار دارن شما؟ بله، همون رسید را که از بانک میگیره و برای ما بیاید، بخاطر از اینکه اونمون رسید و در این کارد ما میره که یا شخص برای لایک نامشان اونجاست، ما یک رسید دیگه ما باد ما و مقابل از او یک رسید از صندوق برشان میتیم. بسیار عالی، بسیار خوب. یک در بانای ما شما میدونیم که در مناطق دورافتاده بلک تاون زندگی میکنن، یعنی دورتر از بلک تاون زندگی میکنن، شاید 20-30-40 کیلومتر دورتر، اونا هم خوش دارن که شامل از این پروسه شوند. آیا برای اونا بر رساندن فرمه برای اونا را داخل از این پروسه شامل کردن کدام اقدام کردین یعنی؟ بله، امرا فرمای ما انشالله تا وقتی که ما این انترویو ما دوستا میبینن در وبسایت ما لود شده و دوستان ما میتونن که او را از وبسایت ما که www.axanewsouthwales.org است از اونجا دانلود کنن برای خود و میتونن که او را خانه پوری بکنن و دوباره برای ما او را روان بکنن و همچنان میتونن که برای ما به حساب پرسنلی هم روان بکنن. بله، شما راست میگین، ما الحمدلله تلفن فکر کنین از فرانسیس فارست، از دیوای، از جرال، از هر جای تلفن و ما برشان فرما را پست کرده رو استریم روان کرده و دوستان ما انشالله میتونن که دوباره به مادرس هایی که پست شده بر ما پس پست ها فرما خود روان بکنن. بسیار خوب، شماره تلفونتان یا ایمیل ادرستان هم بتین که اونا بتانن که از طریق اونا هم بتماشن باشن. شماره تلفون ما اشارت دوستان ما داشته باشن به حساب 042-143-5680 و ایمیل آدرس ما azami_n786@hotmail.com. بسیار خوب، در آخر کدام گفتنی دیگر اگر داشته باشین برای بینندگان گرامی ما میتونین بحث برسونید؟ ما به دوستای خود عرض میکنم این که دوستای محترم یک موقع بسیار خوب مساعد شده برای ما شما که ما دست به هم بتیم و اتحاد اتفاق داشته باشیم با هم دیگر و به خاطر اولادهای خود، به خاطر آیندهشان مستر یک خدمت شدیم و پیش از اینکه ما از دنیا میریم بر از او آید یک بنیاده را سر پای استاد کرده باشیم که او از او استفاده بکنن. و شما میفهمید که هیچ نه و بنیاد امروز بدون اقتصاد محکم نمیشه و خداوند تعالی هم میبینید که اکثرت عبادت هایی که از برالاوی که عبادت بدنی داریم ما عبادت مالی هم داریم و یکی از عبادت مالی ما اینمی صدقات است که ما امروز میتونیم با ماهانه $10 به حیث یک کمک یا کانتریبیوشن که میگن در انگلیسی برش ما برای جامعه خود، برای آینده خود یک چیز داشته باشیم. برادر محترم 10 سال بعد ما این پروژه رو ببینیم طرفش، ما شاید دارای 2.5 یا 3 میلیون دلار باشیم و همچنان شاید قبرستان از خود داشته باشیم و شاید که تمام مسائل تکمینه خود ما بکنیم و قیمتش هم بسیار زیاد به ما شما
پایان بیاید. بنابراین من دوست تقاضا دارم هر سوالی که دارن در مورد از ما میتونن بکنن و ما تمام و هر پیشنهادم که دارن ما منتظرشان هستیم که پیشنهاداتشان رو بشنویم و در صورت درست بودنش قبول بکنیم انشاءالله. تشکر اک جان. تشکر از شما وفی جان که شما هم این پروگرام تهیه کردین و این زمینه را مساعد ساختین. قبل از اینکه من خداحافظی بکنم کد شما و دوستان خود میگم که ما در نظر داریم که انشاءالله فنده در مبارک رمضان آغاز اعلان بکنیم و دوستای ما که فرما را گرفتن ازشان خواهش داریم که هر چیز زودتر پولای خود داخل بانک کنن یا برای ما برسانن تا باشه که ما به ارمان خود برسیم و بر دوستای خود در مبارک رمضان فنده آغاز اعلان کنیم. از شما یک جان تشکر وفی جان و خدا کنه که مستر خدمتی به دوستای خود قرار گرفته باشه. از شما هم جنان یک جان تشکر از اینکه وقتانه بر ما دادین و اومدین. تشکر. بینندگان نهایت گرامی، خدا کنه که گفت شنود برای شما مفید تمام شده باشه. برای معلومات مزید به شماره تلفون 0421435680 و یا از طریق ایمیل ادرس azimi_786@hotmail.com و یا از طریق وبسایت www.acsanewsouthwales.org و یا از طریق آدرس یوتیوب acsa786 ما مو به تماشا مین. ما منتظر کامنت های شما، منتظر خط های شما هستیم. ما و همکارم زبی جان کاظمی از حضور شما مرخص میشیم. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و مدد بار شما. والسلام.